بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام و درود تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم، عزیزان و دوستانی که برنامه خودتان، برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. عزیزان و بزرگواران، انشاءالله در هر کجایی که هستید صحتمند و سلامت باشید. در روزهای گذشته عاشورا و تاسوعای حسینی را گذراندیم، انشاءالله که عزاداری هایتان مقبول درگاه خداوند متعال باشد. دوستان و بزرگواران و محترمان، روز شنبه است، آغاز هفته همچون شنبه های دیگر. مهمان خوب برنامه ما کارشناس محترم خانم حسینی بزرگوار هستن. اجازه بدین یک سلامی هم با ایشان داشته باشیم. سلام علیکم خانم حسینی، بسیار خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. من خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشاءالله که آغاز هفته بسیار خوبی داشته باشیم. انشاءالله. بسیار تشکر از شما خانم حسینی عزیز. اما بینندگان خوب ما در همین ابتدای برنامه شماره تماس برنامه را که همیشه زیرنویس میشه و شما عزیزان انشاءالله که به خاطر دارید میتونید که از طریق واتساپ و تلگرام با ما و همکاران ما در ارتباط شوید. نظرات خودتان، انتقاد و یا پیشنهادی اگر در مورد برنامه و در مورد موضوعات مختلفی که در برنامه مطرح میشه اگر دارید، ما بسیار خوشحال میشیم که نظرات شما عزیزان را دریافت میکنیم. همین الان هم میتونید که با ما در ارتباط شوید. فقط ای که فراموش نشود که وقتی که در تماس میشید حتما ذکر کنید که مرتبط با برنامه روشناست و اگر کارشناس خاصی مد نظرتان هست نام کارشناس را هم ذکر کنید که سوال از او کارشناس محترم پرسان شود. اما با توجه به اینکه در ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام هستیم و در واقع ایام شجاعت و دلاوری و ایام تاریخ سازی حضرت امام حسین علیه السلام و خانواده محترمشان و یارانشان، موضوعی که امروز کارشناس محترم برای ما و شما تدارک دیدند یک مقدار مناسبت داره و همین ایام و همین واقعی که از سر خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گذشته و فکر میکنم برای ما و شما مفید باشه که موضوع را از زبان کارشناس محترم خانم حسینی محترم بشنویم و ببینیم در چه زمینه میخواین صحبت کنیم. خانم حسینی عزیز، موضوع برنامه چیست؟ عاشورا و تاثیرگذاری آن بر تاباوری. بله، بسیار. فقط اولین سوال که خانم حسینی ایجاد میشه که تاب آوری چیست؟ بله، خود عاشورا گفتیم یک دانشگاه بزرگی است که به همه ابعاد و جنبه های زندگی انسانی و جوامع توی همه عصرها پرداخته است و یکی از ابعاد بسیار اثرگذارش تاب آوری است که میخوایم معنی تاب آوری رو بفهمیم. تاب آوری در واقع همون میشه صبر، مقاومت، تحمل و معنی ای که یک شخصی که در مقابل مشکلات و سختی ها قدرت و مقاومت و توان مبارزه داشته باشه، کسی که از یک سلامت روان برخوردار باشه، کسی که بتونه تشخیص بده، حل مسئله بلد باشه و او مشکله که از دو جنبه، هم جنبه که خودش قدرت کنترل، مهارت و حلش داره و گاهی بعضی از بلایای طبیعی میتونه باشه، مثل مرگ عزیزان، مثل سیل، مثل زلزله که خارج از توانی این فرد است، این قدرت تحمل او را هم این افراد دارن. خانم حسین، یک زمان ما از صبر صحبت میکنیم که ناشی از ناگزیری و ناچاری است. خب مثل همین بلایای طبیعی شما فرمودید، خب دیگه دال انسان نمیگرده. بله. مجبور هستی که صبر کنی که تر شد. بله. خب آیا این فرقی با تاب‌آوری داره؟ چون شما در تاب‌آوری به مهارت حل مسئله اشاره کردید. آیا میشه گفت که تاب‌آوری یک مفهومی ماورای صبر به صورت عادی است؟ ماورای صبر است. کسی که قدرت حل مسئله داره، کسی که وقایع و فجایع رو میبینه و یک ارتباط سالم با او برقرار میکنه، یک تعامل داره. فرقش چی میتونه باشه؟ چون من که صبر میکنم، خب او حادثه در سر از من تر میشه، 40 سال میگذره، بالاخره او داغی که از سرم گذشته و حادثه‌ای که تر شده تمام شده. او کسی که تاب‌آور هست هم همین حادثه از سرش تر میشه، بعد از چند مدتی 40 سال تر میشه، چه فرق میکنه بین من که تاب‌آور بودم و یک کسی که نبودم؟ خب این میشه ویژگی ها
های افراد تاباور را میخواییم بگیم. خب صبر در واقع همیست که یک تحمل، شاید دقیق مسئله تحمل بکنه ولی شاید قدرت حل مسئله را بلد نباشه، چاره ای نداشته باشه و این فرد بگه چاره ای نیست جز صبر. اما کسی که تاباور است قدرت حل مسئله بلده، کسی که تاباور است از یک خود آگاهی و بینش برخورداره، کسی که خودش هم تأثیر گذاره و تأثیر مثبت بر محیط و اطرافیان خودش میگذاره، کسی که مدیریت بحران را بلده، کسی که خودش یک رهبر است مثل قهرمانان صحنه کربلا، مثل امام حسین و تک تک یارانشان. خب امام حسین با یک واقعه بسیار بزرگ روبرو هست، با کسی که خودش در او خود آگاهی، در او سلامت روان، در او قدرت مبارزه، در او حل مسئله و اهل بحران بلد هست و این کسی است که یک مدیریت بسیار منسجم داره، کسی که قدرت بیان خوبی داره، کسی که یک ارتباط مثبتی با اجتماع و محیط و دیگران میتونه برقرار بکنه، کسی که مشکلات میبینه، میپذیره و او را به چالش میکشه. این نیست که بگم من قدرت ندارم، ایست که ناامید شوه، این نیست که چاره ای نداشته باشه بگه ما جز صبر چاره ای نداریم. اما اینجا خودشون چاره ایجاد میکنن، خودشون مدیریت و برنامه میریزن. به خاطر همیست که امام حسین علیه السلام خب یارانشون را جمع میکنه، حرف خودشون را میزنن که خب این یک صحنه است، یک صحنه است که شاید راه برگشت و زندگی نباشه، کسی است که شاید شما برین و بر نگردین، پس تمام فکر و افکار خودتون را به کار بگیرین. و قطعا یارانشون هم به این مهارت رسیدن، به این قدرت تاباوری رسیدن و می دانستن که با چه واقعی عظیمی روبرو هستن. درسته. من خانم حسینی شما که صحبت میکردید من به ذهنم رسید که خداوند در قرآن میفهمه که فصبر صبرن جمیلا. شاید منظور صبر زیبا با صفت زیبا همی باشه. بله. که یک زمان است که صبر از سر ناچاری است، یک زمان است که صبر همراه با این صفاتی است که شما بله. فرمودید که قطعا نتیجهش میتونه حداقل برای روان فرد متفاوت بله. باشه. چون من فکر میکنم یک زمان است که انسان حتی ممکنه با همین صفاتی که شما فرمودید تمام تلاش خودش را بکنه، مدیریت بحران داشته باشه، مهارت حل مسئله داشته باشه، ولی شرایط به نحوی بره که به اون نتیجه دلخواه نرسه. ما از بیرون نگاه میکنیم احساس میکنیم که هیچ فرقی نکرد با اون نفر دیگه که هیچ کدام از این کارها را نکرد، صبر و تحمل کرد که تیر شود، ولی از لحاظ روان چقدر تاثیرگذار است برای بین دو نفر تفاوت بسیار زیاد خواهد بود. بله. و یک از ویژگی های خیلی بارز افراد تاباور ایست که خودشان را برنده احساس میکنن نه بازنده، که قطعا ایران ما شاهد هستیم در صحنه کربلا که تمام کسانی که در صحنه کربلا شرکت کردن از طفل 6 ماهه تا انسان 70-80 ساله میدانستن که برگ برنده دست اینهاست، نه اینکه شاید از لحاظ ظاهری همه به رفیع شهادت رسیدن که خود او شهادت هم که مفهوم بسیار مقدس و والایی داره که شهید و زنده است و این برنده شدن است که در واقع خونشان را در راه یک هدف مقدس او هم با افتخار، با میل و با برنامه ریزی تقدیم کردن. هم مفهوم آگاهی که شما برش بله. تاکید کردن فکر میکنم به همین برمیگرده. بله به همین برمیگرده. وقتی که آگاهانه تصمیم میگیره در نهایت به نتیجه او تصمیم، گرچه ممکنه به نظر از ما که ناآگاه بله هستیم که نتیجه منفی بله باشه، ولی در واقع مثبت در واقع مثبته و این افراد همیشه این حس خوب و همو سلامت روان برخوردار هستن که حالشون خوب هست و برای او هدفشون تا آخرین لحظه تلاش میکنن که ماندگارن. که امام حسین علیه السلام هر روز و هر سال من میگم زیباتر شیعیان و حتی کل جهان مراسم محرم را زنده نگه میدارن. بسیار عالی. اتفاقا چند وقت پیش خانم حسینی یک گزارش میخوندم از یک خانواده مسیحی در عراق که در مراسمات محرم شرکت میکردن، حتی نذر میکردن و بسیار پرجوش و خروش هم شرکت میکردن. این نشان دهنده است که مسیری که امام حسین علیه السلام رو انتخاب کرده و رفته یک مسیر انسانی بسیار درست است که همه افراد با دین‌های مختلف بر این حقانیت صحه میگذارند و درک میکنن. بله بسیار تشکر. اما بینندگان عزیز و محترم یک میان برنامه را ببینیم و برگردیم.
یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجان یا رب الحجان به حق الحجان اشف صدر الحجان به ظهور الحجان باید گریست چاره بجز خون دیدنیست ناله کنید جای غزل یا قصیدنیست گودال این که جان بلبست این چنین کنون ماهی سرخو تازه در خون تپیدنیست این عرش جا گرفتن با آغوش تو مگر طفلی که جان پاک نبی پروریدنیست این سید شباب بهشت است این چنین اینجا کسی که حرف نبی را شنیدنی است این محترم فتاده بر شور زار تف جایش به زیر چکمن هر کس رسیدنیست حقش 1950 زخم با زخم زبان به این همان رنج کشیدنیست این باغ سرخ رفته به تاراج را دگر چیزی برای آن که به قارن نچیدنیست در قتلگاه آمدم و خونجگر شدم یک جای بوسروی گلوی بریدنیست خب بینندگان عزیز و محترم شما همچنان برنامه خودتان برنامه زنده روشنار از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید عزیزان و محترمان و بزرگواران در خدمت شما هستیم و گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم حسینی بزرگوار با موضوع تاب آوری و در واقع درسی که از قیام عاشورا میشود گرفت خانم حسینی عزیز شما در مورد تاب آوری صحبت کردید و به ذهن انسان وقتی که قیام عاشورا و واقع عاشورا میرسه مفهوم تاب آوری به ذهن میرسه اول از همه حضرت بی بی زینب به ذهن میرسه و بعد از اون همطور شما فرمود تک تک افرادی که در اون واقع حضور داشتن هر کدام در جای خودش مقاومتی که به خرج دادن و واکنشی که نسبت به واقع نشان دادن یک واکنش بسیار هوشمندانه یک واکنش بسیار دقیق بسیار آگاهانه همراه با حل مسئله و نتیجه دلخواه رسیدن چون نتیجه حتما نمیشه یک نتیجه مادی باشه که ما به چشم ببینیم کمترین نتیجهش این میشه که در اون لحظه از لحاظ روانی میتونه یک تصمیم درست بگیره با توجه به چیزهایی که در دستش هست بسیار اوقات از خانم حسینی از دست ما خارج از بسیار از امور همیشه همه چیز 100% در دست من نیست من فرد هستم در جریان این دنیای بزرگ در تزاحمات این دنیای بزرگ حضور دارم یک فرد هستم از میلیون ها حالا از میلیون ها و میلیارد ها انسان حتی من میگم همه اشیا را هم در نظر بله. من یکی از میلیارد ها هستم که در واقع منظورم است که من تنها تأثیر گذار زندگی نیستم
غیر از اینکه بالاخره خداوندی هست و حالا که انشاءالله بله. که برای ما قطعا بهترین ها را رقم میزنه بله. ولی بالاخره ما بدانیم که با توجه به شرایط چه تصمیمی بگیریم. اما خانم حسینی عزیز در ادامه بحث در خدمت شما هستیم، فکر میکنم انواع تاب آوری بله گفتی شما یک اشاره کردین به بزرگ بانوی تاریخ اسلام در واقع بله. حضرت زینب کبرا سلام الله، من خواستم این نکته را لازم دیدین که یاد از این بی بی بزرگوار بکنیم که یادشان همیشه زنده تاریخ است و خواستم این رو بگم که گاهی شاید نگاه جوامع خصوصا جامعه ما نسبت به زن نگاه بسیار حقیر و کوچک باشه و من همیشه این تصور رو دارم که بزرگترین درس عاشورا به تمام انسانها ای بوده که نگاهمان را نسبت به جنسیت عوض بکنیم. در واقع حضرت زینب الگوی تمام انسان ها برای تمام مرد و زنه، کسی که من میگم قدرتمندترین زنی هست که تاب آوری بسیار بالایی داشته. حضرت زینب سلام الله در واقع برنده و قهرمان و اعدام دهنده ای مسیر بود. اگر حضرت زینب نبود شاید ما یاد و خاطره کربلا شاید واقعا کمرنگتر می بود یا زنده نمی بود. اما حضرت زینب با دیدن اون همه مسائل و مشکلات بسیار مدیریت بحران و حل مسئله و یک هدف والا را که دنبال کرده بودن به او رسیدن. از سخنرانیشان، از دفاع کردنشان، از ای که گفتن ما هر چی دیدیم جز زیبایی چیزی نبوده. این نگاه خیلی قشنگ و زیبایی هست که کسی که مرگ عزیزای خودش رو دیده، کسی که قطع شدن اعضای بدن عزیزای خودش رو دیده بدون این که دچار ضعف و ناتوانی و من میگم حالتی که گاهی یأس ناامیدی از خود باختگی انسان ممکن دچار فروپاشی شه و خانم بله گفتیم گاهی ما در روانشناسی گفتیم یک استرس پس از سانحه داریم که میتونه طبیعی مرگ عزیزان و بلایا باشه و او شخص تا مدت ها دچار اختلال میشه، چرا که نمیتونه او مسئله رو حل بکنه. اما حضرت زینب سلام الله تمام اینها رو حل کرده، مدیریت کرده، پرستاری کرده و در واقع با من گم دل بسیار قوی وارد صحنه شده و این راه را ادامه داده و هر روز ما برنده شدن کربلا را در واقع اون نتیجه مطلوب همون موقع هم گرفتن و هر سال و هر تاریخ که ورق میخورم من میگم این پر رنگ تر میشه. و باز من تاکید کنم خانم حسینی که این نشان دهنده ایست که احتمالا خانوم ها در مسئله تاب‌آوری بسیار 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 قوی تر هستن، چرا که زن های ما نمونه از قدرت های تاب‌آوری هستن. مادران ما و زنان ما که با کمترین امکانات با من میگم بیرحمی های اجتماعی قدرت تاب‌آوری خیلی بالایی داشتن. درست. من پدرها و مادرها رو که نگاه میکنم در مقام مقایسه مادر کلانای ما چه سختی ها رو تری کردن. خانم حسینی هر کس دیگه بود نمیتونست و با توجه به شرایط جامعه سنتی افغانستان و اینا. خب دیگه بریم سر بحث خودمون. بله خب گفتیم انواع تاب‌آوری. یکی از تاب‌آوری فیزیکی است. کسانی که تاب آور هستن از لحاظ فیزیکی هم یک توجه بسیار مثبت به خودشون داره، میشه همون خود آگاهی، همون ای که عزت نفس داره و خودشون را ارزشمند میدانن در جسمشان، در تغذیهشان، در خوابشان و در او موقعیت فیزیکی و جسمیشون بسیار توجه و دقت داره. خب کسی پیدا شاید نشه که ما بگیم خود آگاه نیست، عزت نفس داره منتها به فکر سلامتی خودش نیست، در فکر ورزش منظم دهی که خواب خوب داشته باشه، تغذیه سالم داشته باشه نیست، میگه نه مشکلی نه. در صورت کسی که این ویژگی تاب آوری رو داره پس از لحاظ فیزیکی هم یک نگاه مثبت و یک نگاه مدیریت شده نسبت به بدن، شرایط فیزیکی و زندگی خودش داره، چرا که باید یک بدن قوی داشته باشه که در مقابل مشکلات او مقاومت لازم رو داشته باشه. و یک تاب خانم حسینی که مثلا فکر میکنیم که همه چیز به ذهن و اندیشه برمیگرده، پس ای که میگن که مثلا این هندوها ریاضت میکشن جان خود قوی میسازن اینا چی کجا میره؟ خب همونا رو هم از لحاظ اسلام خب مردود شمرده میشه، چرا که جسم بسیار مهم است.
تغذیه، خواب کافی و ای که من سلامت جسمی داشته باشم. در واقع وقتی سلامت روان دارم، خب به فکر سلامت جسم و شرایط فیزیکی خودم هستم. نمیشه که من بگم سلامت روان دارم، فکر من بسیار خوب است، من تا تغذیه کافی و خوب نداشته باشم، خواب کافی و منظم نداشته باشم و ای که در سلامت جسم خود رسیدگی نکنم، مثل سلامت بهداشتمان، مثل سلامتی که شنوایی خود چک بکنیم، بینایی خود چک بکنیم، از لحاظ بیماری چکاب ها و آزمایش های مورد نیاز بدیم که درگیری نداشته باشیم. در واقع باید یک بدن سالم باشه که پشتش یک فکر و یک ذهن سالم باشه، مکمل یک دیگر است. نمیشه ما یک طرف بسیار محکم بگیریم و یک طرف دیگر رو رها بکنیم. در واقع من میگم یک پلی هست که اگر یک طرفش بلغزه، قطعا او طرف هم به مرور لغزیدن میشه. پس یک پل، اگر یک مسیر رو ما حرکت بکنیم، این پل باید هر دو طرفش من میگم سالم، استوار و محکم باشه. پس یعنی میفرمایید اگر ما میخواییم که یک فرد تاب آور باشیم، در برابر سختی ها تحمل من زیاد شوه، از همین الان شروع کنیم به فکر سلامت جسمون هم باشیم. بله، و یک سلامت روانیست. درست. سلامت عاطفی هم بهش میگه، همون شناخت احساسات هست که من او شناخت هیجان و احساسات را بدانم و در مواقع مناسب از او احساس خود استفاده بکنم با توجه به شرایط خود. در واقع کنترل احساسات و هیجانات داشته باشم، مثل قهرمانان صحنه کربلا که هر کدومشون من میگم این قدرت تاب‌آوری روانی را بسیار زیبا داشتن. خب در اوج و در اوجی که شهیدها را شاید می آوردن و زنانی که در او صحنه بودن، خب قدرت تاب آوری روانی بسیار بالایی داشتن، احساس و کنترل خیلی خوبی داشتن که شاید زجه های بیمورد نداشتن، شاید خودزنی های بیموردی که ما در شاهد هستیم خودمون در زندگی های من، که یک عزیزی رو اگر از دست بدیم خب تحملش خیلی سخته. و وقتی وارد میشیم اون نزدیکترین فرد، خب بسیار زجه میزنن، ناله میزنن، حتی ما شاید اون خودزنی میکردن و بسیار بد و بیراه میگفتن به همه. مثلا طرف خودزنی نمیکنه، ولی از لحاظ روحی اونقدر آسیب میبینه که ممکنه که از لحاظ روحی دچار آشفتگی شوه، بیماری های روحی و یا حتی به جسمش تاثیر میذاره، سکته میکنه. مواردی رو داشتم، یک نفر از خانواده جان خود از دست داده، نفر دیگه در سر قبرستان، به سر قبرش، در سر مراسمش جان خود از دست داده، هم سکته کرده. و درس کربلا ایست که قدرت تاب آوری روانی بسیار بالایی داشته و ما میتونیم از این الگوهای کامل، این الگوها را برای زندگی خود به کار بگیریم. بله. و سومین و تاب آوری اجتماعی است. تاب آوری اجتماعی یا تاب آوری جامعه هم میگویند. خب کسانی که روابط بسیار خوب با جامعه داره، همون کسی است که مدیریت بلد، کسی است که رهبر یک گروه است، ارتباط خیلی زیبا با دیگران برقرار میکنه، تصمیم درست میگیره، هدفمند عمل میکنه، در واقع یک مدیر و رهبر نمونه است، مثل امام حسین و یارانشون، که خب خود عاشورا رو اگر یک جامعه بسیار بزرگ در نظر بگیریم، خب قهرمان و مدیر و رهبر این جامعه راستش سالار شهیدان امام حسین علیه السلام است که یک هماهنگی بسیار زیبا انسانی با جامعه برقرار میکند. در واقع همه انسان ها را از هر گروه، از هر سن و از هر قشر در کنار هم میارن، از هر جنسیت، زن، مرد، طفل، خرد، کلان، پیر و از همه مذهب های دیگه شاید بودن، که همه در کنار هم یک هماهنگی، یک همدلی، یک حس اجتماعی و یک همبستگی ایجاد میشه. همسایه من درست متوجه شدم در تک تک این موارد که شما فرمودین، همه اینها با پیش زمینه آگاهی و خود آگاهی بله. شروع میشه. بله، یعنی خود قدم اول است. قدم اول، به خاطر همو ما در بحث مهارت های زندگی که من تاکید بکنم که یه چقدر لازم هست که من مهارت های زندگی رو فرا بگیرم، و اولین مهارت زندگی شناخت خودم. درست. اگر من به اون شناخت خود برسم، خب توی روایت هم داریم که من خدای خودم میشناسم. اگر خودم بشناسم، پس این میشه که من به اون خود آگاهی، بینش و عزت نفس اگر برسم، خب قطعا تمام این برنامه ها رو میتونم مدیریت بکنم و حل مسئله بکنم و چالش ها رو حل بکنم. درست. و
از یک تاباوری تاباور باشیم که خودمون باز الگو باشیم، مثل به عنوان نقش هایی که داریم، نقش همسر، مادر، فرزند و عضوی از افراد جامعه، حتی در مشاغلی که داریم کسایی که تاباور هستن خب ارتباط خوبی با شغل هایشون با جامعه ایجاد میکنه. درست. بسیار تشکر. اگر اجازه بدین خانم حسین یک برنامه رو ببینیم. تشکر بینندگان عزیز و محترم، برنامه به صورت لایو هم از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی تقدیم شما عزیزان میشه. میتونید برنامه رو ببینید و نظرات خودتون رو برای ما بمانید. یک میان برنامه رو ببینیم و برگردیم. امام حسین علیه السلام برای اطلاع از وضعیت کوفه و مسلم، قیس ابن مسحر را همراه با نامه ای راهی کوفه کرد. قیس در راه کوفه گرفتار مأموران ابن زیاد شد و محض تفتیش نامه امام حسین علیه السلام را پاره کرد. او را به نزد ابن زیاد آوردند. پرسید: تو کیستی؟ گفت: مردی از شیعیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و پسرش. گفت: چرا نامه را بدریدی؟ گفت: برای این که تو ندانی در آن چه نوشته است. گفت: از جانب که بود و سوی که نوشتم؟ گفت: از جانب حسین ابن علی سوی جماعتی از مردم کوفه که نام ایشان را ندانم. ابن زیاد خشمگین شد و گفت: به خدا از من جدا نشوی تا نام آنان را با من بگویی، یا بالای منبر روی و حسین ابن علی و پدر و برادرش را لعن کنی، وگرنه تو را پاره پاره کنم. قیس گفت: اما آن قوم نامشان را نگویم، اما لعن را بکنم. قیس مسحر به منبر بالا رفت و خدای را سپاس گفت و ستایش کرد و درود بر پیغمبر فرستاد و علی و حسن و حسین را فراوان بستود و رحمت فرستاد و عبیدالله ابن زیاد و پدرش و ستمکاران بنی امیه را از اول تا آخر لعن و نفرین کرد. آنگاه گفت: ایها الناس، من فرستاده حسینم سوی شما و او را فلان موضع بگذاشتم، اجابت او کنید. به دستور ابن زیاد او را از بالای قصر به زمین انداختند و سر ببریدند. سلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام مجدد تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم و یک سلام هم خدمت عزیزانی که نو به جمع ما پیوستند. عزیزان بزرگواران، شما برنامه خودتون، برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی هادی میبینید و موضوع امروز برنامه ما تاب‌آوری است در گفتگو با کارشناس محترم خانم حسینی. خانم حسینی عزیز، شما در مورد تاب‌آوری صحبت کردید و نکات بسیار ارزشمندی را عنوان کردید، اما چیزی که به ذهن میرسه ایست که اگر ما به عنوان یک انسان میخواییم که الگوییم در زندگی امام حسین علیه السلام باشه، حضرت زینب سلام الله علیها باشه، میخوام که یک فرد تاب آور باشم، مقاوم باشم در زمینه های مختلفی که شما فرمودید، از لحاظ جسمی، از لحاظ روحی، از لحاظ اجتماعی تاثیرگذار باشم، چی کنم برای که تاب آور شوم؟ در واقع عوامل ایجاد کننده تاب آوری چی میتونه باشه؟ بله، یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار در تاب آوری معنویت است. میتونه در هر انسانی با هر مذهبی باشد، چرا که گفتیم همه انسان‌ها ذاتاً و فطرتاً دنبال یک نیروی برتر، یک قدرت عظیمتر که به او متوسل شود، با او ارتباط معنوی برقرار بکنه، دنبالش بوده و هست در همه تاریخ. خب شاهد هستیم، حالا او انتخابش که درسته یا اشتباهه برمیگرده به او انسان. اما این معنویت، این وجود یک منبع عظیم به نام خداوند،
این حس خوب و تعلق خاطر را به انسان میدن. گاهی من میگم اگر انسان هیچ کسی را در این دنیا از لحاظ نسبتی نداشته باشه، بگم من بسیار فرد تنها و بی کسی هستم، در واقع من میگم او بی کس نیست، چرا که او یک خدای بزرگی داره که او را با برنامه و هدف آفریده. و هر وقت من به این نور و منبع عظیم نگاه بکنم، همو احساس آرامش دارم، همو حس عزتمندی رو دارم، همین که من ارزشمند هستم، چرا که یک خالق توانمند دارم، یک خالق قادر، یک خالقی که تمام مسائل مرا میتونه حل بکنه. با این باور، بله، تا باوری گره میخوره با مفهوم توکل که بسیار تاکید شده، بله، که بسیار تاکید شده. و این که انسان هایی که تا باورن متوکل هستن، توکل دارن، و این توکل، این تکیگاه عظیمشون باعث میشه که من میگم جرأت بگیرن، شجاعت بگیره، همون میشه مهارت جرأت ورزی، همون میشه شجاعت. که خب تمام این صفت ها رو که ما نگاه میکنیم در شخصیت های بزرگ کربلا همه ایشان دارن، همه ایشان او جرأتمندی رو دارن، او شجاعت رو دارن، او عزت نفسی رو دارن، و ای که او ارتباط معنوی رو داره، چرا که خب هدف خداوند بود، هدف برای رضای او بود، و انسان هایی که تا باورن خب برای رضای خدا قدم برمیدارن، برای رضای خدا کار میکنن، و قطعا کاری که برای رضای خدا باشن، من میگم هیچ وقت بی نتیجه نیست، هیچ وقت نتیجه منفی و عکس نداره، و خداوند ای راه روشن برای انسانها نشان میده. حتی اگر خانم حسینی، ما به عنوان یک ناظر بیرونی وقتی نگاه میکنیم، احساس میکنیم او فرد، او تحمل، او تاباوری، چه یک نکته منفی ببینیم، فکر کنیم که اگه کارو نمیکرد در زندگی بسیار موفق تر بود، ولی در واقع از درون با او خودش در وقت در او جایگاه هسته، موفقیت رو خودش احساس میکنه، خودش احساس میکنه، او آرامش درونی رو داره. میبینین انسان هایی که در اوج مصیبت بسیار آرامند، پر از استرس، پر از استراب، پر از ای که بیقرار باشن، بیتابی بکنن نیستن، روان آرامی دارن، به قول ما میگم یک دل بسیار آرام دارن، و ای که به نتیجه خودشون رسیده از درونی، و این معنویت باعث میشه که ما یک انسانی باشیم که توسل هم میکنیم، که قطعا خب در مسأله خودمان این توسل هست که ما به شخصیت های بزرگ که میدانیم یک رابطه عمیق‌تر و معنویتری با خداوند دارن. در واقع باز میگم همو پل میشه که من اگر بخوام در اون طرف پل برسم، قطعا باید از یک پلی که سالم هست، پلی که هیچ لغزندگی نداره و هیچ خطری مرا تهدید نمیکنه، باید از این پل رد شوم. و من میگم این پل هایی که مرا به این موفقیت و به این تاباوری میرسانن، شخصیت های کربلا، امامان معصوم ما و ائمه ما هستند که ما به اونها متوسل میشیم. گاهی خب ما جز فرهنگ دینی و اسلامی ماست، ما با توسل به ائمه، با حتی برای حاجت های دنیوی خود ما متوسل میشیم، چرا که احساس میکنیم اونها رابطه عمیق‌تر و معنویتری با خدا دارن. یعنی مفهوم توسل هم میتونه متأثر باشه و تأثیرگذار باشه برای که یک فرد در زندگی تاب آور باشه، این میخواد مصیبت ها رو تحمل بکنه. و این که نمونش برای ما انسان هایی که در عصر حاضر و در هر عصری که زندگی میکنیم، وقتی به واقع کربلا نگاه میکنیم، اون نگاه و بینش آگاهانه رو داشته باشیم، خب قطعا ما انسانیم دیگه. این مقایسه را شاید بکنیم، خب زندگی من عزیز خود را از دست دادم، شاید یک عزیزه، شاید خیلی کم اتفاق بیفته که همزمان من 3 تا 4 تا عزیزه در یک روز، در یک ثانیه از دست بدم. ممکنه یک عزیز باشه یا 2 عزیز باشه که من از دست بدم. خب اگر من یک نگاهی به تاریخ بندازم، خب میگم در واقع عاشورا، مادران و زنان عاشورا چه قدرتی داشتن، بله، چه تحملی داشتن، چه تاب آوری داشتن، که و این میشه که من میگم میتونیم این ارتباط خودمان ایجاد بکنیم. گاهی یک بزرگ نقل میکنم که من که در روزه ها میروم، احساس میکنم که
پیرزن‌ها بسیار گریه میکنن نسبت به ماهایی که جوانتر هستم. بعد ایشون میگفت که من احساس میکردم که اونها به غم و قصه های خودشون فکر میکنن که اینقدر زجه میزنن و بسیار از ته دل گریه میکنن. در واقع خب شاید این هم باشن، هم دل سوخته ای دارن، هم که خب هر واقعی رو که سخنران یا اون مداح عرض میکنن سر منبر خب مقایسه میکنن. اونجا هم یتیم شدن، اونجا هم از دست دادن عزیز رو، من از دست دادم و این مقایسه باعث میشه که من دلم رو سر شوه. ما یک قدرت خوبی بگیرم، بگم خب اونها با او همه مشکلات و مصائب چقدر خوب با تا باوری کرده، خب پس من هم که اگر یک الگوی کامل و نمونه رو دنبالش میگردم قطعا ای بزرگواران هست و من هم میتونم او مراتب تا باوری رو برای خود تقویت بکنم. درست است. باز خانم حسینی، من به ذهنم رسید یک عزیزی، یک نفری بود که عزیز را از دست داده بود، بسیار محکم بود و جزع فزع نمیکرد. من برایش تعجب میکردم که چه رقم است. یک روز برایش صحبت کردم، گفتم که مثلا چه رقم است، مثلا خواهرت مادرت بسیار گریان هستن، ناراحت هستن، تو هیچ نمیگی. بعد گفت که من به این فکر میکنم که میگم که این عزیزی که من از دست دادم که از عزیز زهرا عزیزتر. بله خیلی قشنگ. اونا در این شرایط تحمل کردن، بعد من بگم جزع فزع بکن به خاطر قضیه. من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم خانم حسینی و فکر میکنم اگر ما ادعا میکنیم که الگوی ما در زندگی اهل بیت علیهم السلام هستن، این چنین است که میتونیم در زندگی پیاده بکنیم. پیاده بکنیم. یعنی به صرف ادعا کردن که فکر نمیکنم فایده ای هم داشته باشه. حسینی عزیز، فکر میکنم کمتر از یک دقیقه و نیم فرصت داریم، اگر یک جنبندی بفرمایید تشکر میکنم. خب هدف بزرگ امروز ما ای بود که یک درس بزرگ باز هم از عاشورا بگیریم که همه تاب آوری بود. گفتیم تاب آوری، کسانی تاب آور هستند که حل مسئله بلدن، خود آگاهی میدانن، مبارزه با چالش ها و مشکلات را میدانن، مدیریت بسیار خوبی داره، ارتباط بسیار قوی بین مسئله، محیط و او فرد ایجاد میکنه و سعی میکنه که بسیار قوی، مقاوم و صبور باشه، مثل قهرمانان صحنه کربلا که تک تکشان ای ویژگی خوب تاب‌آوری را داشتن و ما میتونیم الگوهای کامل و نمونه خود برای همیشه داشته باشیم و از تک تک ویژگی های عاشورا درس بگیریم، از جمله تاب‌آوری که من میگم بسیار برای مردم ما ای ویژگی در این شرایطی در که الان شرایط که از هر لحاظ هم اقتصادی رو در نظر بگیریم، هم از لحاظ جامعه، از هر لحاظ که در نظر بگیریم، از این که انواع اختلال ها بسیار زیاد هست و رواج پیدا کرده و این که مشکلات و مصائب کشور ما و مردم ما بسیار زیاده، ما میتونیم از این ویژگی استفاده بکنیم که ان شاء الله با مدیریت، با آگاهی، با هدف، با دانش، با حل مسئله بتانیم اون مشکلات و مسائل رو در واقع ببینیم، بپذیریم، هضم بکنیم و حل بکنیم. بله، و پشت سر بگذاریم و پله بسازیم برای رشد، کمال و ای که یک انسان قوی و یک تاب‌آور نمونه باشیم و باز ما الگو شویم برای نسل‌های آینده انشاءالله. بله، یک بیت شعرم خانم حسینی به ذهنم رسید. بله. که میگن که هر که در این بعض مقرب تر از جام ولا بیشترش میدهند. امی بیت هم میتونه برای انسان کمک بکنه برای که تاب‌آور شه و تحمل خودش را بلا بره. اگر ما نگاه کنیم در سنت و فرهنگ دینی مذهبی و ملی خودمان، موارد بسیار زیاد را میتونه پیدا بکنیم برای که به ما کمک بکنه برای تاب‌آوری، تحمل سختی هایی که الان و در این لحظه تک تک افراد جامعه گریبانگیرشان شده، چه مرد چه زن فرق نمیکنه، شرایط بسیار دشوار است. اما در کنار همه اینها همچنان دعا میکنیم، آرزوی ما فرج مولای ما آقا امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف است، انشالله با امید او روز، با امید او لحظه، با امید او که به چشم خودمان او روزها و لحظه های زیبا و شیرین را ببینیم، چشممون به جمال آقا امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف منور بگردم. با امرای کارشناس محترم، عزیزان و بزرگواران، از حضور شما مرخص میشویم، در پناه خداوند مهربان باشید.